سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید. تو روزنامه‌های حکومتی پنجشنبه هفتم شهریور به رغم تیترهای پر دود و دم اقتصادی، تصویر روشنی از بی‌راه‌حلی و بن‌بست رژیم حول موضوعات مربوط به مذاکره و برجام و حرفای ضد و نقیض آخوند روحانی دیده میشه. کنار این مطالب هم بعضی از بحران‌های اجتماعی اقتصادی هم میشه دید. البته موضوع جالب مشترک تو روزنامه هر دو باند حاکم در واقع اقدام مسخره و مضحکشون تو چاپ عکس آخوند یزدی و آخوند آملی لاریجانی در حال خوشوبش و ادعای هم اومدن شکاف تو رژیم و تموم شدن دعوای این دوتا. از روزنامه های باند خامنه‌ای شروع میکنیم که توشون حمله به دولت روحانی به خاطر حرفای ضد و نقیض در قبال مذاکره برجسته است که سردرگمی و بن‌بست رژیم رو نشون میده. رسالت: چه دشمن فرض کرده دیپلمات های ما را و چه فرض کردن این دیپلمات ها ما را؟ انگار خود خمینی این حرف رو زد که رئیسشان روزی از عکس سخن میگوید و دیگر روز برعکس. 24 ساعت نگذشت که روحانی از بی‌نیازی به عکس سخن گفت و حتی پای ابراهیم بت‌شکن را نیز وسط کشید. با عکس اگر مشکلی حل میشد کم در یک قاب نرفتند ظریف و کری. حرفم ولی اینها نیست آقای روحانی، این همه تغییر موضع چرا؟ روزی علیه موشکی تندتر از تند و روزی سخن از دستبوسی سپاه، چرا؟ و با وجود این همه تغییر اعتبار به کدام سخن شما هست؟ ناسلامتی اسم دولتتان اعتدال است و اعتدال هر تعریفی داشته باشد قدر مسلم جمع افراط و تفریط نیست. روزنامه جوان: رئیس جمهور روزی به تلویح پیغام مذاکره به ترامپ می‌دهد و روزی دیگر به تصریح از سخنان خود باز می‌گردد و شرط می‌گذارد. روزی مذاکره با رئیس جمهور آمریکا را دیوانگی توصیف می‌کند و روز دیگر آبادانی کشور را به مذاکره با او پیوند می‌دهد. روزی که آمریکا از برجام خارج شد، اقدام این کشور را کم شدن یک موجود مزاحم نامید. و روزی دیگر معتقد بود برای پیش بردن کارها باید دم کت خدا را دید. روزی از کافی نبودن اختیارات رئیس جمهوری میگوید و اختیارات دولت دوران جنگ طلب میکند و روز دیگر و این رشته همچنان سر دراز دارد. کیهان: چشم اسفندیار نماد و نشانه از ندیدن حقیقت است. دولت نیز اگرچه پس از فرو رفتن در رودخانه توافق خود را روی این تم میدید، اما چشم خود را به روی یک واقعیت مهم اساسی بسته بود و آن اینکه تحریم تنها سلاح دشمن است و آن را هرگز با مذاکره و امتیاز دادن کنار نخواهد گذاشت. یکی از روزنامه‌های باند خامنه‌ای هم نسبت به انزوای اجتماعی رژیم و بی‌آیندگیش هشدار داده. فرهیختگان از قول امیر محبیان: ناکارآمدی کار را به جایی رسانده که مردم به جای خواسته های منزلتی درگیر نیازهای بیولوژیک خود شدند و از همین رو هم دیگر قداستی برای جریان های سیاسی حاضر در قوای سگانه قائل نیستند. مردم متوجه شدند چتر‌های این گروه ها چقدر کوچک است و ثانیاً اینکه فهمیدن این چتر‌ها اثری در دور کردن مضرات و ایرادات از زندگی آنها ندارد و تنها منافع را از آنها دور می‌کند. آرزوی من این است که فعالان سیاسی در این گروه ها واقعا به این نتیجه برسند که با دست فرمان کنونی 4 قدم جلوتر پرتگاه است. یکی از روزنامه‌های باند روحانی هم نسبت به انزوای استراتژیک نظام آخوندی توی معادلات جهانی هشدار داده. روزنامه آرمان ملی از قول مهدی مطهرنیا: حل مسئله ایران و آمریکا یا رودرویی ایران و آمریکا با یکدیگر به نفع اروپا و رقیب دیگر ایالات متحده در نظم آینده جهانی یعنی چین نیست و لذا حفظ وضع موجود به گونه‌ای که به رودرویی تمام عیار و پایان پرونده ایران و آمریکا منتهی نشود در دستور کار این کشور هاست. تحریم‌های کمرشکن اقتصادی، استکاک‌های نظامی در منطقه شرایط ناپایداری را برای نظام پدید آورده است. فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا به لایه‌های جامعه ملی در وضعیتی که به نوعی لغزش‌های موجود در لایه‌های گوناگون اجتماعی ناشی از فشار اقتصادی و سیاسی موجود در ایران موجب شده است که دولت حسن روحانی از سخن درمانی در حوزه اقتصاد برای خرید زمان به سمت و سوی دیپلماسی درمانی روی بیاورد.
در وضعیت کنونی امکان ملاقات اگرچه ممکن است اما بعید به نظر میرسد مگر آنکه یک شگفتی روی بدهد. البته این شگفتی ناشی از تاثیر تحریم های کمرشکن آمریکا دانسته خواهد شد و این میتواند نرمش قهرمانانه را به یک عقب نشینی آشکار و چرخشی در ارتباط با مواضع جمهوری اسلامی ایران در جهان تبدیل کند و این در واقع تزلزل بخش حرکت ایران یعنی رژیم در آینده خواهد بود. توی روزنامه های باند روحانی به مخالف های مذاکره جوی روحانی حمله شده و بعضی هم مذاکرات رو به اذن و اجازه خود خامنه ای دونستن. ایران وقتی مذاکره احتمالی با هدف تأمین منافع مردم به سمت تحقق حرکت کرده و وقتی دیپلماسی زورش چربیده و زبان گفتگو زبان سخن شده، برخی تلاش کرده اند به شکلی بازی را برهم بزنند. این بار باید مراقب بود تا بازی ناخواسته و بدون اطلاع دولت برهم نخورد. روزنامه آرمان ملی: مگر سفر ظریف به فرانسه تصمیم فردی بوده است؟ معصوم ابتکار، معاون روحانی: در موقعیتی قرار داریم که با حجم زیادی از تحریم ها که کاملا با منافع ملی ایران در تضاد است روبرو هستیم. این ضدیت‌ها و رویکردهای متناقض باید تغییر پیدا کند تا زمینه‌ای برای حل و فصل مسائل ایجاد شود. سفر ظریف به فرانسه تصمیم فردی نبوده بلکه با هماهنگی لازم انجام شد. حالا بریم سراغ بعضی دیگه از بحران‌های رژیم که تو تیترهای صفحات اول روزنامه‌ها میشه اونا رو دید. روزنامه ابرار از قول وزیر خارجه ژاپن اینطور نوشته: از ایران خواستیم به توافق هسته‌ای پایبند باشد. روزنامه اسکناس: اقتصاد ایران در دالان رکود. بازم اسکناس: رشد افسارگسیخته مسکن در تهران. و روزنامه کیهان از قول سعید جلیلی: ضعف یکانهای اقتصادی کشور دشمن را به جنگ اقتصادی متقاعد کرده است. روزنامه مردم سالاری هم نوشته: زنگ خطر برای تأمین نان کشور. خب دوستان عزیز، این بود نگاه امروز ما به روزنامه رژیم. خیلی ممنون از همه شما.